مامان بیخیال ولش کن. بگو دخترم. میگم به نظرت بابام زنده است؟ چه میدونم دخترم، رفت و ما رو ترک کرد و دیگم بر نگشت. کاش اینجوری نمیشد، تو هم با خلیل ازدواج نمی کردی. سرنوشت دیگه، وقتی با تو تنها موندم گفتم نمیتونم، ترسیدم. خوب شد که ازدواج کردی خاله آینور، وگرنه این دوقلوها رو نداشتی. راست میگه، بدون عایشه گل و محمد اون خونه بزرگ غیر قابل تحمل میشد. جرن خانوم، تسلیت میگم. مامان لطفاً دیگه ساز نمیزنم، خیلی میترسم. مامان واقعا خیلی میترسم. مامان دیگه ساز نمیزنم، خیلی تاریکه. مامان جون دیگه ساز نمیزنم. مامان مامان بابام میدونم، به منم زنگ زدم. بابام امروز صبح منو صدا زد برم بیمارستان. چقدر خوب، من اصلا نتونستم باهاش خدافظی کنم. خوششانسی. مامان بابام گفت که منو به سرپرستی گرفتی. مامان یه چیزی بگو. چی میخوای بگم؟ بگو دروغه، بگو تو دختر ما هستی. مرد گنده تو بستر مرد چرا باید بهت دروغ بگه؟ یه بار هم شده تو زندگیت واسه من یه کاری انجام بده؟ بگو تو دختر ما هستی. نه، واقعیت داره، تو رو به سرپرستی گرفتی. چرا این همه سال بهم نگفتین؟ چرا؟ من چند بار خواستم بگم اما هر بار کورای ما نمیشد. گفت تو رو میکشم. چی میگفتم بهت؟ میگفتیم که تو رو خریدی؟
چی؟ با پول مثل جنس. تو مادامی که منو خریده بودی چرا این همه سال منو شکنجه کردی؟ چرا اصلا منو دوست نداشتی؟ من هیچ وقت نخواستم مادر بشم. کورایی منو مجبور کرد. بعدشم تو سالها واسه من مثل شکنجه بودی. الانم منو تنها بذار، برو کنار. نه باید بهم حساب پس بدی. حساب چی رو پس بدم؟ چه حسابی رو پس بدم؟ من امروز مردی که عاشقش بودم رو از دست دادم و نتونستم ازش خدافظی کنم. چرا؟ به خاطر تو. به خاطر من؟ آره به خاطر تو. ما عشق بزرگی داشتیم، من خیلی دوستش داشتم. بعدش تو اومدی بینمون و بعد از اینکه اومدی هیچ چیزی تو این خونه مثل گذشته نموند. به خاطر تو چشمای کوروی جستو دیگه چیزی نمیدید. تقصیر تو بود که ما جدا شدیم و طلاق گرفتیم. خدا لعنت کنه روزی که تو پا گذاشتی تو این خونه. مگه من چیکار کردم؟ من یه بچه کوچیک بودم، مگه چیکار کردم؟ بسه تمومش کن، برو مامان بابا تو پیدا کن و از اونا حساب پس بگیر و از خونم گم شو بیرون. از این خونه گم شو دیگه، پا تو توش نسا. بلم کن از این خونه گم شو بیرون. بلم کن برو گم شو، میگم برو. بلم کن. اندام خانم صدای منو میشنوین؟ وای خدا، اندام خانم مرده؟